سرخط خبرها استانکزی اداهای تازه و مسخرگونه عباستانکزی در مورد نجات دادن همسایه ها که آنها را به خنده در آوردن. یک گروه خونخوار حمله بر درمسال هندوها را بر عهده گرفت. طالبان با بهانه بررسی وضعیت خوابگاه ها دختران را اذیت می کند. امریکا بزرگترین مانع در برابر به رسمیت شناختن طالبان شده است. معذرت خواهی مریم سما از رئیس پارلمان و همچنان نامه او به حسی وقای مرکز. سلام، از سرویس لارسان اینفو تیوی خوش آمدید. لطفا چنل را سابسکرایب کنید. استانکزی نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه را از شر متجاوزان آزاد کرده ایم. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در مراسم افتتاحیه شرکت افغان آنویست گفته است که نه تنها کشور خود را آزاد کرده ایم بلکه کشورهای منطقه را نیز از شر متجاوزان رها ساخته ایم. او اضافه کرده است که جهان باید به آنها ارج بگذارد. با باور او اکنون اگر ایران، پاکستان یا هم دیگر کشورهای همسایه زندگی آرام دارند، نتیجه جهاد و قربانی های افغانها است. پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بارها ادعاهای ابرقدرت بودن را کرده بود. او باری گفته بود که در جهان دو ابرقدرت وجود دارد. اولاً آمریکا و دوم طالبان که مردم او را به مسخره گرفتند. خبر بعدی، هند توزیع ویزا به بیش از 100 شهروند اهل هنود و 3 افغانستان را در اولویت قرار دادند. پس از حمله وحشتناک دیروز بر درمسال اهل هنود در کابل، اکنون وزارت خارجه هند اعلام کرده است که توزیع ویزه الکترونیک به شهر وندان اهل هنود و 3 افغانستان را در اولویت قرار داده است. رسانه‌های هندی و نقل از وزارت خارجه این کشور نوشته است که توزیع ویزه الکترونیک به بیش از 100 شهروند اهل هنود و 3 افغانستان در اولویت این وزارت قرار گرفته است. مسئولیت حمله بر درمسال هندو تباران در کابل را که منجر به کشته شدن 2 اهل هنود و زخمی شدن 7 تن دیگر شد، گروه داعش بر دوش گرفت. منابع محلی آمار شمار قربانیان در این عبادتگاه را بیشتر از آمار نشر شده که 30 نفر است می شود. گفتنی است که هنگام حمله دست کم 40 تن دیگر نیز زخم برداشتند. خبر بعدی، طالبان با بهانه بررسی وضعیت خوابگاه دانشجویان دختر در تخار آنان را اذیت می کنند. منابع به آماج بگویند که طالبان از چند روز به این سو با بهانه های مختلف وارد خوابگاه دختران در دانشگاه تخار شده و باعث آزار و اذیت دانشجویان دختر می شوند. این منابع با فرستادن تصویرها از داخل خوابگاه دختران می گوید که شماری از فردهای طالبان با بهانه های بررسی وضعیت به آزار و اذیت آنان می پردازند. از سوی دیگر هم شماری از خانواده های دانشجویان با انتقاد این کار طالبان می گویند که طالبان حق ندارند هر زمان که دلشان خواست به خوابگاه دختران بروند و دانشجویان را مورد بازپرس قرار دهند. بر اساس روایت منابع، چند پیش محفل در حمایت از حجاب از سوی طالبان برگزار شده بود که در آن دختران به گونه اجباری وادار به اشتراک شده بودند و آنهایی که اشتراک نکرده بودند و یا دختری که با استفاده از طالبان در محفل سخن زد بازداشت شد. پیش از این نیز گزارش شده بود که طالبان بیشتر از 30 دانشجوی دختر را به اتهام بیرون شدن بدون اجازه از خوابگاه بازداشت کردند. شماری از این دانشجویان با آماج میگن در وضعیتی که کشور گرفتار بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، ناامنی و جنگ‌های خونین است، چی انگیزه های باعث می شود که نخاب اجباری برای زنان در اولویت طالبان شمرده می شود؟ مقام های محلی طالبان در تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. اکنون می‌پردازیم به نامه مریم سما و حسیب قای مرکز در مورد طرف گرفتن او با کمال ناصر اصولی که باور نکردنی است. مریم سما تازه گفته است که اشتباه به این حجم به اشتباه گذشته هم اعتراف میکنم. وقت مجلس نمایندگان برای انتخاب رئیس دو دسته شده بودم. من به گروه مخالف آقای رحمانی پیوسته بودم. وقت مخالفت من با ایشان رسانه ای شد، به مزاج خیلی ها از جمله حسیب پنشیری مشهور به حسیب قای مرکز خوش نخورده بود. در اوج جنجال‌ها و بده و بستان‌ها بودیم که یک روز در موبایلم زنگ آمد. وقت جواب دادم، با صدای ناشناس با لحجه پنشیری سر خوردم که به خاطر حمایتم از آقای اصولی تهدیدم میکرد. اما تهدید نه با اسلحه،
بل با حرفهای از تاریخ و هویت و فرهنگ و آن موقع ما در قلب کابل گرم سفارایی و گروه بندی های سیاسی بوده ایم و این حرفها از زبان آقای حسیب قوای مرکز برای من معنی و مفهومی نداشت و تنها چیزی که فکر می کردم و می اندیشیدم وحدت ملی بود. تاجیک و ازبک و پشتون و هزاره برای من مهم نبود و برای همین حرفهای آقای حسیب قوای مرکز ارزش ندادم. اما حالا می پذیرم که او راست گفته بود و من اشتباه می کردم. حسیب جان خدا من حفظت کنم. گرفته شده از برگه رسمی تویتر مریم سما. خبر بعدی، طالبان تازه گفتند که امریکا بزرگترین مانع در برابر برسمت شداختن ما است. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که ایالات متحده امریکا مانع برسمت شداختن حکومت آنان است. او در یک گفتگوی مجازی امریکا را بزرگترین مانع برسمت شناسی حکومت طالبان عنوان کرده است. بر اساس این گزارش در صدای امریکا نشر شده است. زبیلا مجاهد افزوده است که این کشور یعنی امریکا اجازه نمیدهد تا کشورهای دیگر در این مسیر حرکت کنند و خود نیز در این زمینه گامی برنداشته است. قابل ذکر است که با گذشت بیشتر از 10 ماه از تسلط طالبان در افغانستان تا اکنون هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای عمده کشورها و جامعه بین‌المللی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان است. طالبان اما همواره ادعا کردند که حکومت آنان همشمول بوده و حقوق بشر برای از سوی حکومت آنان احترام شده است. اما همروزه در ولایت بغلان متاسفانه 10 نفر شکنجه و سپس تیرباران می شوند و یا هم سر بریده می شوند. خبر بعدی، یک جسد در استوین بولدک قندهار پیدا شد. منابع محلی در ولایت قندهار می گویند که یک جسد در ولسوالی استوین بولدک این ولایت پیدا شده است. شکیب مسئول مطبوعاتی قول اردوی البدر طالبان در قندهار گفته است که گوشت بدن این جسد را حیوانات وحشی خورده اند. با گفته او مدت زیادی از مرگ این فرد گذشته است و هویت آن قابل شناسایی نیست. چند روز قبل نیز یک جسد در ولسوالی اسپین بولدک قندهار به دست آمده که پس از بررسی ها روشن شد مربوط به یک بزرگ قومی بوده است. این در حالی هست که کشته شدن بزرگان قومی توسط طالبان در سراسر ولایات جریان دارد. اما معلوم می شود که آنها می خواهند که شخصیت های پرنفوذ را از ولایت های مهم حذف کنند.